سلام دوست، خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. قرار دلار 60,000 تومانی رو که تو این هفته رکورد زد رو تو اوضاع زندگی مردم بررسی کنیم. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. قرار بریم چند تا مجتمع خرید توی تهران و کیش و ببینیم اوضاع خرید از چه قراره. قیمت دلار طوری تو کالای اساسی تاثیر گذاشته که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌هاشون باید منتظر کاهش قیمت دلار باشن. در غیر این صورت احتمال حذف اکثر مواد غذایی از سبد خانواده‌ها میشه. اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشین، بارها ازم شنیدید که سبد معیشت مردم یا به قولی سفره‌هاشون در حال کوچیک شدنه. اما روبرو شدن با این واقعیت انقدر تلخ و سخت هستش که تصور ادامه این وضعیت واسه سال آینده نگرانی‌های جدید توی سلامت افراد با درآمد کم و متوسط پیش میاد. چون طبق بانک جهانی ایران جایگاه هفتم از بحران امنیت غذایی ناشی از تورم رو داره. اینجا مجتمع خرید ارگ ترجیحشه. با اینکه توی خیلی از کشورها تورم مواد غذایی افزایش پیدا کرده، اما با روند افزایش تورم روز به روز به مردم زیر خط فقر کشور اضافه میشه. والا خود بنجامین فرانکلین هم راضی نیست واسه خریدن یه دونه عکسش روی اسکناس 100 دلاری مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت کنه. بریم سمت چند تا پاساژ توی کیش. درسته که با افزایش قیمت دلار، قیمت پوشاک و کالاهای وارداتی هم زیاد میشه، اما اینم باید در نظر بگیریم. کسی که مثلا کفش رو با دلار 39,000 تومانی چند ماه پیش وارد کرده و با سود 30% با ریال به فروش میرسونه و به خیال خودش سود کرده، در حالی که خود اون دلار شده 60,000 تومان، ارزش دلاری اون فروشنده شده 50,000 تومان و خود این یه جورایی ضرره. پس این چه مدل سرمایه گذاریه با این نوع نوسان قیمت؟
افزایش دلار باعث افزایش تورم میشه و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی که توی این سال چند بار اتفاق افتاده، ولی انگار تو ماه آخر سال هم ولکن نیستش. گرونی مواد خوراکی به دنبال افزایش دلار زنگ خطر جدی درباره معیشت و امنیت غذایی مردم هستش. متاسفانه تعیین قیمت و میزان خرید کالاهای اساسی از سوی مردم با ارزش دلار سنجیده میشه و نه به ریال. Thank you.
امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. به امید دیدار.